سلام، محسن کرباسی هستم. در ویدیو قبلی در مورد گام‌های ماژور صحبت کردیم و یاد گرفتیم برای خودمون از هر دکمه پیانو یک گام ماژور بسازیم. اگر ویدیو این کانال تا الان براتون مفید بوده، میتونید برای حمایت این ویدیو رو لایک کنید. گام‌های ماژور اغلب آهنگای توش نوشته میشه که حس خوشحالی به آدم میده. نه لزوماً، ولی اغلب اینطوریه. گام‌های مینور برعکسه. معمولاً آهنگ‌های یه مقدار غمگین و رمانتیک هست. خیلی از آهنگای ما ایرانی ها به علت قرار گرفتن کشورمون در خاورمیانه در گام مینور نوشته شده و خیلی مهمه برای شما به عنوان نوازنده که اطلاع کافی در مورد این گام داشته باشید. اینکه گام ها چی هستن و چرا اصلا باید بدونیمشون رو در ویدیو قبلی توضیح دادم. بهتون پیشنهاد میکنم که اول اون ویدیو رو نگاه کنید که در مورد گام های ماژوره و بعد به این ویدیو برگردید. در ویدیو قبلی همونطور که گفتم یاد گرفتیم که از هر دکمه پیانو یک گام ماژور بسازیم. از هر دکمه که شروع کنیم اون گام ماژور یک گام نسبی مینور هم داره. اینکه گام مینور نسبی یک گام ماژور رو پیدا کنیم برای یک ویدیو دیگه است و یه مقدار تئوریه و خیلی هم راحته. در این ویدیو میخوایم یاد بگیریم که برای خودمون از هر دکمه پیانو چطور یک گام مینور بسازیم. یعنی فرمولش رو یاد بگیریم. ما 12 تا گام ماژور داشتیم به تعداد نیم پرده هایی که توی یک اکتاو است. یک اکتاو از یک دکمه، مثلا دکمه دو تا دکمه بالاترش رو میگفتیم. در این بین 12 تا نیم پرده است و روی هر دکمه شروع کنیم تونستیم یک گام ماژور با توجه به فرمولی که یاد گرفتیم بسازیم. الان به خودتون میگین پس حتما 12 تا گام مینور هم داریم. در حقیقت ما 36 تا گام مینور داریم، چون هر کدومش سه تا ورژن مختلف داره: ورژن طبیعیش نچرال، ورژن هارمونیکش و ورژن ملودیکش. در این ویدیو به راحت ترین روش یاد میگیریم که فرمولش چیه و چطور میتونیم از هر دکمه پیانو گام مینور طبیعی، هارمونیک و ملودیک بسازیم. همونطور که گفتم بهتون پیشنهاد میکنم اول ویدیو قبلی رو نگاه کنیم، ولی برای اینکه یک تکرار کوچیکی باشه به این میگن یک اکتاف و تشکیل شده از نیم پرده های مختلف. به این میگفتیم نیم پرده از اینجا تا اینجا کوچکترین فاصله که روی پیانو داریم و اگه دو تاشو داشته باشیم از اینجا تا اینجا میشد یک پرده، از اینجا تا اینجا میشه نیم پرده، از اینجا تا اینجا میشه یک پرده. در هنگام نوشتن برای نیم پرده از حرف H به معنای نصف، half به انگلیسی استفاده میکردیم و برای پرده کامل از W به معنای کلمه whole، کامل استفاده میکردیم. در ویدیو قبل گفتیم برای پیدا کردن فرمول ماژور، برای اینکه هیچ موقع یادتون نره، میتونین از یک دو به دو دیگه برین از روی دکمه های سفید پیانو و اون فاصله هایی که ایجاد میشه، یک، یک نیم و غیره، اونها فرمولی بود که داشتیم. برای اینکه فرمول گام مینور رو یادمون بمونه میتونیم از یک دکمه لا، فرقی نمیکنه، به لا بعدی بریم و فاصله هایی که ایجاد میشن اونا فاصله و فرمول ساختن گام مینور هستن. اگه نگاه کنیم لا به سی یک پرده میشه، دو تا نیم پرده تشکیل شده، سی به دو بینش هیچی نیست پس میشه نیم پرده، دو بره دوباره یه پرده کامل، ره به می یک پرده کامل، می به فا نیم پرده، فا به سل یک پرده، سل به لا هم یک پرده. پس اگه بخوایم فرمولشو بنویسیم با توجه به اون حروفی که گفتیم میشه W H W W H W W، یک نیم یک یک نیم یک یک. شاید الان توجه کرده باشیم در ویدیو قبل گفتیم که وقتی گام ها رو بلد باشیم، وقتی که میگیم گام دو ماژور، چشم ما فقط به یک سری از دکمه ها نگاه میکنه و برای گام دو ماژور همه دکمه های سفید بودش. یعنی میگفتیم وقتی یک آهنگی توی گام دو ماژور نوشته شده باشه اغلب دکمه های سفید استفاده شده. همینطور که الان دیدین من برای گام لا مینور که الان زدیم، لا سی دو ره می فا سل لا، از دکمه های سفید استفاده کردم. آیا این توی گام دو ماژور نبود؟ این همون چیزیه که گفتم هر گام ماژوری یک گام نسبی مینور داره.
از روی اسم چطور سری پیدا کنیم که برای دو لا هست، اون برای یک ویدیو جداگانه است. اسم گذاری گام های مینور به چه شکله؟ اسم گذاری گام های مینور مثل گام های ماژور اون نوتی که ازش شروع میکنیم و مینویسیم، منتها چون مینور هستش یه ام کوچیک کنارش میذاریم. پس برای لا مینور میشد حرف انگلیسی A، برای گام ها گفتیم که از حرفاشون استفاده میکنیم C D E F G A، M میشه A M گام لا مینور. خب میخوایم الان با هم با توجه به فرمولی که یاد گرفتیم گام دو مینور رو پیدا کنیم، یا به حرف انگلیسیش C minor، چون دو اون اسم گام اولین دکمه اون گامو به ما میده. پس میشه دو، فرمولمون چی بود؟ W یعنی کامل، یه دونه کامل میشه دو تا نیم پرده میشه اینجا، بعد یه دونه نصف رتا اینجا میشه نصف، بعد یه دونه کامل میشه اینجا چون دو تا نیم پرده هستش، بعد یه دونه کامل، بعد یه دونه نصف دوباره کامل کامل. پس یه بار دیگه، از دو تا ره کامل نیم W H W W H W W، این گام دو ماینر هستش، C M نوشتنشه، C ماینر. معنیش اینه که برای گوش ما توالی این نوت ها کنار هم، توالی این دکمه ها، ترتیب این دکمه ها کنار هم منطقی به نظر میرسه. چرا؟ به علت تاریخچه‌ای که ما بهش عادت کردیم، گوش ما به این سیستم عادت کرده. البته یک سری چیزهای ریاضیاتی هم پشتش هست، ولی به خاطر اینه که ما تو این سیستم بزرگ شدیم و آهنگ ها هم به این ترتیب برای ما تو ذهنمون نقش پیدا کرده. میخواییم حالا یک گام دیگه مینور هم با هم یاد بگیریم. برای مثال شما از دکمه ره شروع کنید و گام ره مینور رو بسازید. گفتیم گام ره مینور، ره حرف انگلیسیش چی میشه؟ دی، و میشه دی ام چون میخواییم مینور بسازیم. اولین دکمه همون چیه؟ همون ره. فرمول W H W W H W W چی شد پس؟ ره می فا سولا سی بمول دوره. به این ترتیب شما از هر دکمه پیانو میتونید یک گام مینور بسازید. خب من به شما گفتم ما 36 تا گام مینور داریم، یعنی هر گام مینوری 3 تا ورژن مختلف داره. طبیعیشو که الان یاد گرفتیم با هم زدیم این با توجه به فرمولی که دیدیم. دو تا ورژن دیگه هم هست. ورژن اولش بهش میگن ماینور هارمونیک، مینور هارمونیک. این برای ما ایرانی ها خیلی مهمه چون خیلی از آهنگای ما توی این ورژن نوشته شده. بهتون یه سری آهنگ خیلی کوتاه نشون میدم که متوجه بشین منظورم چیه. برای گوش شما هم آشنا، متاشد ندونین که اسم گامش چیه. برای گام مینور هارمونیک همین فرمولی که داریم و درجه هفتمش رو نیم پرده به بالا میبریم، یعنی هفتمین نوتش رو نیم پرده بالا میبریم. معنیش چیه؟ فرض کنید برای گام لا مینور چی بودش؟ گام لا مینور معمولیش نچرالش چی بود؟ لا سی دو ره می فا سول لا. خب لا که یکمشه، دومش میشه سی دو ره می فا. نرمال سول اینجا بودش با توجه به فرمولی که یاد گرفتیم. سول هفتمین درجه هست در گام لا مینور. اگه بشمارین 1 2 3 4 5 6 7، اونو نیم پرده بهش اضافه میکنیم. نیم پرده اضافه کنیم میشه اولین دکمه سمت راستش. حالا اینجا سیاه هست، میدونم سفید باشه، اگه اینجا بودیم میشد اینجا. پس میشه این سیستم توی ذهن شما خیلی آشناست چون خیلی از آهنگای ما توی این سیستم نواخته شده. ماینور هارمونیک. یه مثال دیگه برای مثلا گام ره مینور که الان با هم یاد گرفتیم، معمولیش چی میشون؟ نچرالش ره می فا لا سی بمول.
این با توجه به فرمولی که یاد گرفتیم. خب درجه هفتمش چیه؟ توی گام ری مینور هفتمش باید از ری شروع کنیم. یه ری اولیه، می دومیه، سه میشه فا، چار میشه سول، پنج میشه لا، سی بمول میشه شیش، هفت میشه دو. پس دو رو باید نیم پرده ببریم بالاتر، میشه اینجا. بقیهش که همون میمونه، میشه چی پس؟ همونطور که گفتم خیلی از آهنگای ما توی این گامه. اگر بخواین خیلی سریع چنداش نام ببرم، برای مثال توی لا مینور هست که این نوت سول دیز به خاطر هارمونیک بودن مینورش هست که توی گام لا مینور اومده. مثال دیگه، تو گام لا مینور هست این سولی که میبینید به خاطر هارمونیک بودن گام هستش و خیلی از آهنگای دیگه. خب پس 12 تا هم اینجا هارمونیک داشتیم، تا الان شد 24 تا. 12 تا ناتورال معمولی، 12 تا هم هارمونیک، 12 تا دیگه هم ملودیک هستش. اون فرمولش چیه؟ همین هارمونیک رو نگه میداریم ولی درجه 6 رو هم نیم پرده میبریم بالا. با گام لا مینور چی میشه؟ چون راحت ترین گامه بهتون روی لا مینور نشون میدم. اول ناتورالش رو میزنیم. خب هارمونیکش چی بود؟ هارمونیک باید هفتم رو میبردیم بالا. هفتم سول بود که بردیمش اینجا. خب برای ملودیک ششم رو هم دوباره نیم پرده میبریم بالا. ششم توی گام لا چی میشه؟ لا مینور. 1 2 3 4 5 6 میشه فا. اونو نیم پرده میبریم بالاتر. این هم برای گوش ما منطقی به نظر میاد. یه مثال دیگه برای گام ری مینور که با هم دیدیم، ناتورالش معمولیش میشه. هارمونیکش چی میشد؟ باید هفتمش رو نیم پرده میبردیم بالاتر. گفتیم برای ملودیک ششمش رو هم نیم پرده میبریم بالا. ششم توی گام ره مینور چی میشه؟ ششمیش شروع میکنیم از ره شمردن، ره می فا سول لا. این ششمیه، 1 2 3 4 5 6. خب بعد اینو نیم پرده ببریم بالاتر. نیم پرده بالاتر سی بمول میاد اینجا، پس میشه چی؟ این اینجا میمونه چون برای ملودیک ششم و هفتم هر دو میره بالا. بهتون پیشنهاد میکنم برای تمرین مثلا گام سول مینور در سه تا ورژنش، ناتورال، معمولی، هارمونیک و ملودیک رو بسازین. و همچنین گام سی مانو دوره می فا سولا سی که حرف بی هستش، بی ام، اونم برای خودتون در سه تا ورژن مختلفش بسازین. همونطور که در ویدیو قبلم گفتم، ما زمانی که یک کاغذ موسیقی رو میذاریم جلومون، با توجه به بمول‌ها و دیز هایی که سر خط هست، میتونیم خیلی راحت متوجه شیم که این آهنگ در چه گام ماژور و یا مینورش هست. البته برای دونستن مینورش باید یه مقدار نگاهی هم به آهنگ داشته باشیم که در مورد این در یک ویدیو جداگانه توضیح میدیم. اگر ویدیو این کانال تا الان براتون مفید بوده، میتونید برای حمایت این ویدیو رو لایک کنید.